آقا رحمت. برو تو بویم. برو. سلام علیکم. سلام علیکم. آقا جان، ما که پولتون رو نخوردیم که مثل آقا محبوب یه رو در میو میایین دنبالش. ای قصتتون عقب افتاده، خود دارین برش میگیرین. کو کجاست و نمیبینی؟ لا 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 میگم برو تو. آخ ما نمیفهمم. این قضیه چیه که تمومی نداره؟ دیگه در همسایه‌ام باید بفهمم ما از شما نزول گرفتیم. این پول حرومه، حروم. آقا رحمت هم اشتباه کرد، این پولی از شما گرفت. برو تو. دست شما درد نکنه. نزول خورم شدیم. نیستی؟ خانم اگه شما منظورتون از نزول اون درصد پولیه که میگیرن بهش نزول نمیگن. من یه مغازه از شوهر شما خریدم، همونو قسطی دوباره به ایشون فروختم. اونا فقط به نیت خیر. یا مرگم بده که هرچی گفتم گوش نکردی. سر پا نشاش یا تمیزم خود تو بشور. قلب ما سوزوندی، برای چی با مونسی تو رفتار میکنی؟ کار خوبی کرده؟ وجدانن رفتار تو با این دختر پدرانه؟ این دختر نوجوونه، پناهش نباشی زندگیش نابود میکنه. ما گفت الفای معلم های تحویلمون نده بابا. همین طرفداری های تو باعث شده که این نابود بشه. ما طرفداری میکنم؟ بله طرفداری های تو. اگه آرمیت های قضیه به ما نمیگفت تو میگفتی؟ اجدانن میگفتی؟ جرأت نداشتم که بگو. یادت رفته طرفداریشو کردی؟ تنها بره مدرسه و نمیدونم این حرفا چه آب رو ریزی بی پدر مادری مزاحمش شده. می ما مقصریم. دختره نمیذاری با دوستاش بره بیرون. نه خودت میبریش. خو انقدر نشسته خونه افسرده شده. گو خورده. اون وقت تو فکر آبروتی؟ خانوادت مهم نی؟ آبروی مو این خونه و اهلشن. فهمیدی یا نه؟ اینطوری؟ با این چش و چال؟ با همین چش و چال. اگه کووید اومدم توی تهران خراب شده، همه دار و ندارم و فروختم، مغازه خریدم، اینجا اجاره نشین شدم، چه میدونم تا اینجا رفتم زیر قرض و قوله و هزار بدبختی و این نزول. نزول؟ به خاطر چی بود؟ ها؟ به خاطر زندگیم بود. زندگیم کیان؟ دونی؟ مونسه؟ ای بچان؟ میخوام پس وردا اگه سر گذاشتم مردم دستت جلوت کس و ناکس دراز نکنی. فهمیدی؟ کاش تو شهر خودمون میموندیم. کاش این قلبه بابون بهش کس نمیومدیم اینجا. با خدا راضی بودیم به همون یه لقمه نون. گار بود؟ میمند با تونو کاسبی بود؟ با جووناش بیکارن هنوز. والله اومدم توی خراب شده که زندگیمو خوب بچرخ. بد کردم؟ حالا خود زندگی داره میچرخون. ما گفتم حتما کارگر نداره که تا اون موقع مونده مغازه. حقیقتا سر قضیه مونس قرم بودیم. این کارگرشون رو چقدر میشناسین؟ قدم بسیار خوبیه، بی کس کاره، جوونه دیگه. بالاخره رابطه مرحوم با دخترش چطور بود؟ خوب بود. خب سخت گیری هم میکرد، آغاش بود، دلسوزش بود. راست میگه. از آقای به شما زنگ نزده؟ ما زنگ زدم، گفتن چیه تازه دستگیرمون شه، خودمون تماس میگیریم. الله رحمت لحسن، اون روزای آخر خیلی بهش فشار میومد، همش عصبی بود، سیگار میچشید. این آجهان هم اینقدر بهش فشار آورد چی اصلا واقعا دیگه تموم شد. الکی کسی نمیشه مقصر کرد، اصلا چه فایده؟ دیگه رحمت زنده نمیشه. چایت سرد نشه. چشم. میام. میام خانم. مونس خانم چطوره؟ خوبه؟ مونس خانم آیما ماشاءالله بزرگ شده هموزا آرمیتا. مونس خانم مدرسه میره؟
آقا جهان میگه فعلا سلاح نبرن، خونه بمونن بهتره. بازان چه؟ بون چه مربون؟ آقا جهان گفته فعلا نریم، بعدن که شد دوباره میریم. ایشون گفته پس. آخره میمند خانم، هر کسی ندونه شما خودتون خیلی خوب میدونید که من آقا رحمت چقدر دوست داشتم. میدونی چرا؟ بخاطر اینکه آره خب یه خورده حالا مثلا عصبی بود، بد و بیرا میگفت، فوش میداد، من شوتک میزد، ولی حالا اب نداره. اب نداره چی بابا؟ بالاخره من مثل بابا دوستش داشتم، حاضر نبودم یه تار موش همشه، خدا شاد. ای غیر این بود که این همه مدت پیشش نمیموندی. می چی شده؟ کسی چی گفته؟ نه ولی مثلا که حالا اسم نمیبرم، مونس خانم خیال میکنه مثلا چون پلیس بگیر از من ضمانت نگرفته از کسی، حتما خبری. والا به خدا اگه پلیس مثلا بگه آره رحمت سیده کرد چون من عصبانش کردم، بیان منو کتبسته ببرن اعدام میکنم، بکشم، خدا راضی. نه همچی چینی مونس، من ناراحتیه که تو خودشه. ایمانت خانم راسته اینم شلده مغازه حساب کتاب بکنه خودتون که این موقع خدای نکرده کم و کسی نباشه بیفته گردن من. کارت ملی من دست آقا رحمته بود دیگه. اگه کاری نداریم بهم بده. قدم جایی کاری پیدا کردی؟ والا کار برای من خیلی زیاده اما حالا نرفتم دنبالش. کارت داخل مغازه، بعد بیا بگیر. حالا شاید هم آقا جهان بخواه مغازه را بندازه دوباره، تونم بخواد. اون میخواد را بندازه؟ آه بنده خدا خیلی نگرانه به چهان، میگه ما خودم بیپدری کشیدم میدونم چیه، قبلنا خیلی گناهش شستم ولی آدم بدینی دستش درد نکنه. اگه اون نبود ما نمیدونم چطور پس ای کارا برمیمدم. ای بس دیگه من کیم ها؟ من کی نمردم که آقا جهان بخواد مثلا مغازه رو باز کنه؟ شما 100 سال زنده باشی ولی اگه همین آقا جهان نبود خودت الان داخل زندان بودی. تو طلبی رحمت نداری، دفترچه حساب کتابای مغازه چک کرد. بله میدونم. بالاخره میمند خانم اگر پولی احتیاج داشتی به خودم بگید، به کسی رو نندازید. حداقل من به شما نزدیکترم تا آجان. من اگه تا اینجا رسیدم که تازه جایی نیست خودم رسیدم. کسی که دستمو نگرفته، هیچ دستمو ولم کردن. حالا شما داشته باش مثلا یه جوون شهرستانی داتی پدر مرده تو این شهر درندش باید چیکار بکنه؟ این که من دست جوون موونا رو میگیرم علت داره، برای اینکه میخوام سقوط نکنم. وقتی از بالا بیفتی پایین چه آدم خوبی باشی چه آدم بدی باشی افتادی، مهم اینه. دست شما درد نکنه. مهم اینه که از اول حواست باشه که نیفتی. بله نیفتی. میگن معلوم نیست پولشو از کجا آورده، منو میگن. میمند خانم این مردم تنها چیزی که خیلی خوب بلدن حرف زدن پشت سر آدم موفقه. من با پول کارگری 5 متر 10 متر زمین خریدم تو همین دهات اطراف تهران، روش کار کردم، شدم بساز بفروش. این دوزیه. نه خیر بلا نسبت. من اینا رو گفتم برای اینکه شما بفهمین که من موقعیت شما رو درک میکنم. این بیپناهی و بلا تکلیفی رو میفهمم، با گوشت و پوستم دارم حسش میکنم. مخلص کلام این که خواستم بگم شما خیالت راحت، مغازه سر جاشه، وکالتشو به نام من زده ولی مال شماست، آینده بچه ها. شما درد نکنه، زحمتتون میشه. قبلنم گفتم خدمتون من کمک میکنم که مغازه سرپا بشه. این پسرم این شاگرد آقا رحمت کی؟ قدم بله. این قدمم میذارم. الو زنگ میزنم. گفتم زنگ میزنم دیگه. این پسر قدمم میذارم که مغازه رو بچرخونه، خودم هم وای میسم بالا سرش نذارم. دست شما درد نکنه، خدا ازتون راضی باشه. زنده باشی. تا یه موضوعی هستش که نمیدونم چطوری مطرحش بکنم، در واقع نمیدونم که چطوری بگم که شکلش غلط نباشه. بفرمایید راحت باشین. بله خدا رحمت کنه آقا رحمت جان. رفتگان شما رو هم بیامرزه. بنده خدا دستش از دنیا کوتاست ولی خب شما باید با این شرایط خودتون رو منطبق کنین دیگه، شما باید زندگی کنین. بله
خیلی به خودم فکر کردم که ببینم اصلا درسته یا نه که تو این شرایط من این مسئله رو مطرح کنم. ای قضیه سود پولتونه که اجازه بدیم مغازه را بیاد. نه اشتباه نشه، اون قضیه که منتفیه، من خدمتون گفتم. اسمش چی بود پسرم؟ اماد. اماد جان یه سری به ماشین رو هم میزنی؟ مرسیم. حقیقتش اینه که من میخوام درباره امر خیری صحبت کنم. چی میخواین بگین؟ راستش مدتیه به فکر سر و سامون دادن به خودم افتادم. نمیدونم الان فکر کنم اصلا موقعیت خوبی نیست که این موضوع رو با شما مطرح کنم. مانو چلوم شوهرم نشده. من میدونم شما و مونس خانوم الان خیلی شرایطشو ندارین. مونس؟ میخوام مغازه زودتر را بیفته. خب به مونس چه ربطی داره؟ میدونم میفهمم این فاصله سنیه هست، اما الان دیگه این روزا این مسئله اصلا مطرح نیست. داری مونس میگی؟ مونس جا پچه ای شمانه؟ نمیدونم خانم، من همیشه دنبال دختر با اصل و نسب بودم، نه این دخترای ماتیک مربای شهری. من ظاهرم امروزی شهریه، ولی باور کنید همون بچه روستاییه. من فکر همه جاشو کردم، شما نگران نباشی. ما الان یه صیغه محرمیت میخونیم، منو برای اینکه حسنیتم ثابت کنم این مغازه رو به نامش میزنم. بعد وقتی انشالله شما از سیادر اومدین قرار ازدواج میزنیم. الو من نگفتم من بعدم به زنگ میزنم؟ بعد چی زنگ میزنی؟ بله فرمایین آقا جان. باشه میمونم خانم، سر ساختمون زنگ زده، من باید مرخص بشم. میخواستم در خدمتتون بمونم. با اجازهتون. حالا شما فکراتونو بکنین، مونس خانومم نظرشو بپرسین، ببینین چی میگن دیگه. نگران هیچی هم نباشین، این طلبای محبوبم من درستش میکنم. شما فقط خواهش میکنم این بره قضیه رو درست کنین. با اجازه. مادم کارت ملی مو بگیرم. می کارت پیدا کردی؟ اگه صبر کنی آقا جهان میخوام مغازه را بندازه. چیزی بهت نگفت؟ آقا جهان کار نمیکنم. من از دادگاه سوال پرسیدم، گفتن اگر شما آقا محبوب شکایت کنیم میتونیم پولتون رو پس بگیریم. میمنت خانم، خب مونس رو ببینم.